مقامات اسرائیلی میگویند که حمله هوایی به محموله موشکی در خاک سوریه به منظور جلوگیری از دستیابی حزب الله لبنان به سلاح سنگین بوده است، اگرچه در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت اسرائیل نخست وزیر این کشور حاضر به اظهار نظر در این باره نشد. با این همه وزیر گردشگری در واکنش به حمله صورت گرفته گفت سیاست دولت اسرائیل این است که شماری از انواع سلاح به دست تروریست‌ها نرسد. این سیاستی مهم و ضروری است و باید همانطور که نخست وزیر نیز گفته پیگیری شود. یک کارشناس مسائل منطقه در خصوص احتمال تلافی دو حمله هوایی اخیر اسرائیل در مرز سوریه با لبنان میگوید سوریه نمیتواند بدون جلب نظر ایران و حزب الله این اقدام را تلافی کند. فقط ایران میتواند تایید کند، چرا که ایران مهمترین حامی ارسال سلاح است. به گمانم ایران خواهان جنگ نیست، به همین دلیل احتمالاً آنها تنها به تقبیح اقدامات اسرائیل ادامه میدهند و نه بیشتر. اگر نظرم اشتباه باشد و آنها به تلافی برایند، در این کار تنها نخواهند بود، اما آنان حزب الله را برای این کار و برای سوریه دارند. این امر میتواند منجر به جنگ شود. ایران نیز که متهم به ارسال موشک‌های فاتح 110 به حزب الله لبنان از مسیر سوریه است، نسبت به این مسئله واکنش نشان داد. نظریه جمهوری اسلامی در بحران اخیر منطقه را تایید می‌کند که قصد اصلی ماجراجویی در سوریه ضربه زدن به قدرت مقاومت در منطقه بوده. سپر دفاع موشکی اسرائیل که به گنبد آهنین شهرت دارد، پس از درگیری نظامی ارتش این کشور با حزب الله لبنان در سال 2006 ایجاد شد.